واکنش شاهزاده رضا پهلوی به فحاشی داریوش اقبالی حسابی جنجالی شد. در ادامه با ما همراه باشید. بعد از فحاشی جنجالی داریوش اقبالی در کنسرتش به شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی، بسیاری از منتقدان داریوش و حتی طرفداران داریوش اقبالی ازش شاکی شدند و گفتند داریوش متاسفانه بدجوری خودت رو گم کردی و با هر کسی این روزا در میافتی و دیگه مثل گوگوش هیچ کس و مثل خودت قبول نداری، اما باید به تو بگیم که حواستو جمع کن. با هر کسی که در میفتی حق نداری به شاهزاده رضا پهلوی توهین کنی و اون در یک جایگاه و لول اجتماعی بسیار خاص و مطرحی هستش که تویی که در واقع زیر دست پدر و خانواده او بودی و با امکانات خانواده اون بوده که به این جایگاه رسیدی، حق توهین به خاندان پهلوی رو نداری. این در حالی بود که متاسفانه داریوش اقبالی باز هم از عملکرد خودش پشیمون نبود و باز هم به جریانهایی که اتفاق افتاده بود دامن زد و سعی میکرد که باز هم کار خودش رو به نوعی توجیه بکنه و حق با او هست و مخالفت 100% خودش رو با شاهزاده رضا پهلوی و خاندان اون رسما اعلام کرد و در نهایت واکنش جالب شاهزاده رضا پهلوی به فحاشی و توهین داریوش اقبالی بسیار جالب بود. اخیراً شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه‌های جدیدی را انجام دادن و در این مصاحبه به فحاشی و توهین داریوش هم پرداخته شد و از ایشون سوالاتی شد و جالب بود که شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن و گفتن در مورد فحاشی و توهین‌های ایشون فکر می‌کنم که سکوت بهترین پاسخ باشه. من در تمام سال‌های زندگیم هم خودم هم خانوادم نهایت تلاشمون رو کردیم که صداقت خودمون رو به مردم ایران نشون بدیم. خیلی صحبت‌ها راجع به ما شد. اتهامات دزدی و سرقت از گنج‌های گرانبهای ایران به خارج از کشور و فحاشی‌های زیادی که باعث شد من دو تن از عزیزترین عضوهای زندگی خانوادم رو از دست دادم و وقتی به یاد عزیزانم میافتم اشک از چشمانم جاری میشه و غم از دست دادن خواهرم لیلا و برادرم شاهپور علیرضا پهلوی همیشه جگر من رو میسوزونه. و شاید توجه کرده باشید که من شاید هرگز نخواستم راجع به علت فوت اونها در رسانه ها مصاحبه یا گفتگویی کنم، اما این فحاشی ها و توهین ها واقعا قلب من رو به درد میاره و فکر میکنم این صحبت ها و فحش ها و توهین ها نه تنها منسوب به من هست بلکه به خانواده من هم هست و اگر من در این مورد از حق خودم بگذرم از حق خانواده‌ام به هیچ عنوان نمیگذرم، چرا که ما سر اعتبارمون دوتا از اعضای خانواده‌مون رو از دست دادیم. ما تاوان زیادی در خارج دادیم، بلاهای زیادی رو همین افراد بر سر ما آوردن که ما به خاطر همین آدم‌ها خودمون رو به آب و آتیش زدیم. پدر من برای این آدم‌ها نهایت سعی و تلاشش رو کرد. اعتبار پدر من فکر اون بود، ایمان اون بود و اعتمادی که در بین مردم به وجود آورده بود، ولی حالا همونهایی که از ما به عنوان نردبان استفاده کردن و ما برای اونها پلی به سوی موفقیت شدیم دشمنان درجه یک ما شدن. متاسفانه تصور این افراد در مورد ما اشتباه و غلطه، چرا که من بارها و بارها آمدم و اعلام کردم که من پادشاهی نمیخوام، من سلطنت طلب نیستم، من حق انتخاب رو به مردم ایران میدم و همه چیز رو به مردم واگذار میکنم. اگر من رو خواستن برای اونها همه تلاشم رو میکنم. اگر فرد دیگری رو قبول داشتن من هم به خواسته اونها احترام میذارم. اگر از تریبون‌های مختلف استفاده میکنم و مصاحبه‌های جدیدی رو دارم و تمام تلاشم رو میکنم برای این هستش که در واقع ایمان و اعتقادم رو برای تمام خدماتی که
میخواستم به مردم ایران ارائه بدم به تصویر بکشم و من هدفی جز این ندارم. جالبه بدونید که شاهزاده رضا پهلوی بعد از این صحبتهاش بسیاری از طرفداران داریوش رو هم حتی مجذوب صحبتهاش کرد و این در حالی بود که طرفداران داریوش اقبالی هم به خاطر فحاشی اون به شاهزاده رضا پهلوی به شدت عصبانی شدن و جالبه بدونید که عده‌ای گفتند داریوش تو همین چند سال پیش داشتی تو جوبها دست و پنجه نرم میکردی و افتاده بودی داشتی میمردی، تو باعث شدی که خیلی از جوانای کشورمون که حتی لب به سیگار نمیزنن هروئینی بشن و معتاد بشن و آواره کوچه خیابونا بشن. چرا؟ چون تو رو الگوی خودشون قرار داده بودن. حالا تویی که یه لاغبا بودی و باعث عامل فساد در کشور بودی و توسط همین خاندان پهلوی از دام اعتیاد خارج شدی و اومدی به خارج کشور و اینجا برای خودت زندگی دوباره تشکیل دادی و همینجا هم باعث عامل فساد بسیاری از جوانانی که ترک کرده بودند در کمپ اعتیاد خودت شدی، حالا میای برای همین افرادی که تو رو یک زندگی دوباره دادن پشت سرشون چرت و پرت میگی؟ تو بهتره برگردی به گذشتت و ببینی که به عنوان یک انسان چه کارهای مثبتی برای خانوادت کردی، چه کارهای مثبتی برای کشورت کردی. و حالا داریوش اقبالی که در اوج کوه بود و بسیاری از مردم طرفدارش بودند با حرفهای نابهنگام خودش در کنسرت خودش و در پیج خودش این روزها کارهایی داره میکنه که شاید برای خیلی از طرفداران اون هم خوشایند نیست. اینجا خارج از کشور در کل عرض میکنم این فشار و زور و باطوم رو عرض کنم سرنیزه نیست که مردم نیان به میدان. فقط امیدوارم در وهله اول سیاسی که 45 سال به نظر من کارنامه بسیار سیاهی دارن بسیار فعالیت کردن ولی همه از همبستگی گفتن، هیچ موقع معنی همبستگی رو نفهمیدن که برای نجات اون مملکت باید از منیت گذشت، از غرورهای کاذب گذشت، هدف ایران باشه، به ایران فکر کرد و پذیرش تفاوت هامون هم عرض کردم. اینجا نرسیم اون بینش، اون خرد در ما به وجود نیاد، به جای مخالفت بگیم متفاوتیم. ما کماکان هیچ امیدی به آینده نخواهد واقعیت. دوستان عزیز، نظر شما چیه؟ آیا باید شاهزاده رضا پهلوی پاسخ کوبنده سری به داریوش میداد؟ آیا واقعا داریوش در جایگاهی هست که بتونه راجع به شاهزاده رضا پهلوی نظری بده؟ لطفاً نظراتتون رو راجع به این قضیه در بخش کامنت ها بنویسید. ممنونم که تا پایان این برنامه با من همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. پیشنهاد میکنم یکی از ویدیوهای روی صفحه رو تماشا کنید. خدا نگهدار.